ماجراهای 15 پسر قسمت 3. جک، چی شده جک؟ تو چرا ناراحتی؟ به من بگو جک، اگه مشکل تو به من بگی مطمئنم که میتونیم با هم راه حلی براش پیدا کنیم. ما با هم برادریم. برایان، میدونی من کار وحشتناکی کردم. بله، کار جک واقعا وحشتناک بوده. اون بوده که طناب لنگر کشتی رو باز کرده و این مصیبت رو به وجود آورده. چی گفتی؟ پس این تو بودی که طناب لنگر کشتی سروگی رو باز کردی؟ همینطوره برایان، همینطوره. من از شوخی این کارو کردم، طناب لنگر رو باز کردم، بعد برگشتم تو کابین و خوابم بود. من هیچ وقت فکر نمی کردم این کارا باعث این همه دردی سر بشه. باور کن راست میگم برایان. جک، تو کار خیلی بدی کردی. متاسفم برایان، اگه بچه های دیگه بفهمن نمیدونم چه اکتر منو نشون میدن. فکر کنم اینقدر عصبانی بشن که کتکم بزنن یا ازم دوری کنن. دیگه هیچ کس با اون حرف نمیزنه. اینطور نیست، مطمئنم هیچ کس به خاطر این کار منو نمیبخشه. من کار وحشتناکی کردم برایان، حالا چی کار کنم؟ برایان، به نظر من بهتر این موضوع به هیچ کس نگیم. در ضمن به برادرت جک بگو دست کم یه نفر هست که اونو میبخشه و ابدا از دست اون ناراحت نیست. موکو، شنیدی موکو چی گفت جک؟ اون راست میگه. از بازگو کردن این موضوع چیزی عایده کسی نمیشه. در عوض باید جبران کنی. حتی اگرم تو رو نبخشن باید دعا کنی یه روزی ببخشنت. تو فقط باید سعی کنی کاری رو که کردی جبران کنی. دال! دال، حالا در امانی. جک، مواظب دال باش. خیلی خوب. حالت خوبه برایان؟ تو با برادرت خیلی جسورین برایان. شانس آوردی که بد جوری صدمه ندیدی. بهتر از حالا به بعد خیلی مراقب باشین. گوردون، برایان و جک رو سرزنش نکن. من زندگیمو مدیون اون دو نفر هستم. من میدونم دال، احتیاجی نیست تو بگی، ولی اگه خدا کمکشون نمیکرد برایان و جک بد جوری صدمه میدیدن. ولی آخه اون اشکالی نداره دال. ولی همه گوش کنین، از حالا به بعد کسی حق نداره تنها بیرون بره. وقتی میرین تو جنگل کار کنین باید یه نفر مسلح همراهتون باشه. متوجه شدین؟ بله. خب پس تکلیف گروه اکتشافی ساحل شرقی چی میشه؟ اگه طبق برنامه بریم اونجا شاید بتونیم چیزی پیدا کنیم. این برنامه موقوف میشه. چی؟ صبر کن گوردون. اجازه میدی من و جک برای اکتشاف بریم؟ اگه پلنگ بهتون حمله کرد اون وقت چی کار میکنین؟ نگران ما نباش، ما با خودمون اسلحه میبریم. در ضمن اگه با قایق از دریاچه رد بشیم مجبور نمیشیم پیاده بریم. اگه اجازه بدین منم میرم که قایقشونو پارو بزنم. منم باهاشون میرم. نه دانوان، فقط 3 نفر میتونن سوار قایق بشن. این کارو به برایان واگذار میکنم. چند روز بعد گروه اکتشافی ساحل شرقی حرکت کرد. انگار یه چیزی برق میزنه. چی؟ بدی منم نگاه کنم. من چیزی نمیبینم برایان. نکنه با ابر اشتباه کردی برایان ها؟ نه، مطمئنم یه چیزی دیدم ولی نمیدونم چی بود. خوش اومدی برایان. سلام سید سالم، برگشتین. حالتون خوبه؟ چیزی پیدا کردین؟ نه.
اگه من رفته بودم مطمئنا یه چیز مفیدی با خودم می آوردم. به این ترتیب یک سال دیگه با سرعت سپری شد. تابستون تموم شد، بچه ها به پیشواز پاییز دیگری رفتن. گوردون یک سال رهبری گروه رو به عهده داشت. بعد انتخابات دیگری برگزار شد تا رئیس لایق تری انتخاب کنن. حالا نتیجه رو اعلام می کنم. 10 رای به نفع برایان، 4 رای به نفع دانوان و 1 رای به نفع من. بنابراین برایان به سمت رئیس جدید منصوب می شه. متشکرم. این دومین زمستون اونا بود. وقتی آب دریاچه یخ بست، بچه‌ها با اسکیتایی که خودشون ساخته بودن مشغول بازی شدن. آهای دنوان، دورتر رفتن خطرناکه. با تو هم برگرد دنوان. دنوان و کراسوس که در انتخابات شکست خورده بودن به راهنمایی های برایان توجهی نمی کردن. به همین دلیل دنوان و دوستش که در محاصره مه بودن نمیتونستن راه بازگشت رو پیدا کنن. دنوان! کراسوس! فایده ای نداره، باید بریم دنبالشون. من میرم دنبالشون برایان، اجازه بده من برم. این امکان نداره، جکم نمیتونه راه برگشت رو پیدا کنه. گوردون، من ناچارم اجازه بدم جک بره. این کار درستی نیست. احتیاط کن جک. باشه. تو دیوونه شدی. دانوان کراسوس هستم. جکو ندیدین؟ شما جکو ندیدین؟ نه ما جکو ندیدیم. اون اومد دنبال شما. گوردون، من فکر خوبی دارم. موکو، فکر کنم صدای این توپ انقدر زیاد باشه که از فاصله دورم شنیده بشه. اون باید جک باشه. برایان! تعقیبش میکنه. یه خرسه، یه خرس دنبالش کرده. تفنگ رو بده من. جک! برایان! به زودی دومین بهار در جزیره شروع شد. تو فکرم اون چیزی که برق میزد چی بود؟ من فکر میکنم برف بوده که در ارتفاعات جزیره آفتاب بهش میخورده میدرخشیده. یعنی راهی هست که بشه مطمئن شد؟ فقط یک راه داره. خب چه راهی؟ من دارم یک کایت بزرگ میسازم. یک کایت؟ آره، خیال دارم یه اتاقکم بهش وصل کنم که یه نفر بتونه سوارش بشه. عالیه. اگه شانس بیاریم شاید بتونیم اون جزیره رو پیدا کنیم. برایان، ما تصمیم گرفتیم از غار خارج بشیم. ها؟ برای چی؟ برای ما از این که تو رئیس گروه هستی راضی نیستیم. یعنی چی راضی نیستیم؟ چرا حقیقت به من نمیگین؟ اگه لازمه چیزی رو عوض کنیم خب بگی. ما از همه چیز ناراضی هستیم. ما از زندگی تو این غار لعنتی خسته شدیم. بیایم بریم. دانوان، این کارو نکن. گروهی زندگی کردن امتره. ضمناً گیر آوردن قضام آسان‌تره. خواهش میکنم اینجا بمونی. نریم. امکان نداره. ما قبلا تصمیم اونو گرفتیم. دانوان، نمیتونی جلوشونو بگیری. بلاشون کن برم. طوفان داره شروع میشه. من برای دانوان اونای دیگه نگران. این زن کیه که یک مرتبه نزدیک غار پیدا شد؟ با چه قایقی به این جزیره متروک اومده؟ چرا و چطور تنها به غار اومده؟
اینطور که به نظر میاد اتفاقاتی در شرف وقوعه.